اجازه میخوام قبل از هر چیز یک سوال ازتون بپرسم وقتی که بیمار میشید و به پزشک مراجعه میکنید چه انتظاری دارید؟ چه اتفاقی بیفته شما راضی هستین؟ اگر همکار پزشکی توی جمعتون هست میخوام این سوال ازتون بپرسم زمانی که انتخاب کردید که توی حرفه پزشکی فعال بشید چه هدفی داشتید؟ چشم اندازتون چی بود؟ من خودم وقتی که یه دختر بچه دبستانی بودم خاطرم هست یه تب شدید بیماری خیلی بد داشتم گلو درد شدید مادرم منو برد دکتر و بعد از چند روز حالم خیلی خوب شد خاطرم هست که مادرم بیمار شدند و ما خیلی نگران بودیم باز دکتر حالش رو خوب کرد خواهرم زردی گرفت برادرم بیمار شد و تجربیاتی از این دست توی اطرافم دیدم گفتم چقدر خوبه با همون تصور کودکیم چقدر خوبه دکترها چقدر خوبن حال آدمها رو خوب میکنن دردشون رو کم میکنن چقدر خوبه وقتی من بزرگ شدم منم دکتر بشم که همینطوری درد آدمها رو کم کنم این بود که حالا برخلاف خیلی که وقتی بزرگتر هم میشن نظرشون عوض میشه من نظرم فیکس و ثابت بود وارد دانشکده پزشکی شدم و بعد هم تخصصم رو در رشته رادیوتراپی اونکولوژی گرفتم تخصصی که کارش درمان بیماران مبتلا به سرطانه یکی از سختترین و پرچالشترین بیماری های بشری و بعد هیئت دانشگاه و بیش از 32 ساله که تو این حرفه دارم فعالیت میکنم. ابتدای کارم طبق اون چیزی که تو دانشکده پزشکی تو دوره آموزشی یاد گرفته بودم بیماری بیمارانم رو تلاش میکردم درمان بکنم. و خیلی وقتها خدا رو شکر نتیجه خوب بود. بیماری درمان میشد. ولی انگار بیمار راضی نبود. انگار یه چیزی این وسط کم بود. یه مهره‌ای کم بود این وسط. خیلی دلم میخواست بدونم این چیه انگار که این پکیج کامل نیست سالها گذشت خودم تجربه کردم مطالعه کردم دوره های مختلفی رو داخل و خارج از کشور گذروندم با بیمارانم تعامل کردم و به این نتیجه رسیدم که بیماران چیزی بیشتر از درمان بیماریشون میخوان بیماران میخوان شنیده بشن درک بشن همراهی بشن حس کنن که پزشکشون و تیم درمان در مسیر همراه ایناست دوست دارن همدلی بشن بیمارا درمان نمیخوان درمان بیماری نمیخوان بیمارا شفا میخوان میخوان حالشون خوب بشه و این همون چیزیه که درمان رو از سمت درمان بیماری محور به سمت درمان بیمار محور سوق میده و سوق داده درمان بیمار محور یعنی در نظر گرفتن بیمار با تمام جنبه های شخصیش، جسمی، فیزیکی، روانی، روحی، اجتماعی، اقتصادی، تمامی دقدقه هاش، تمامی ترس ها و نگرانی هاش و تمامی استراب هاش. مطالعات مختلف و بزرگی در سطح جهان انجام شده و دیدن که درمان بیمار اگر با همدلی همراه بشه اگر با گوش کردن اگر بیمار در نظر گرفته بشه به جای بیماری و یک تعامل درست بین پزشک و بیمار برقرار بشه نتایج بسیار جالبی خواهد داشت برای بیمار سیستم ایمنی و دفاعیش قوی تر خواهد شد نتیجه درمان بر بیمار بهتر خواهد شد شما میدونید هر درمانی آرزه داره عوارض درمان بعد از این ارتباط کمتر خواهد شد بار مالی برای بیمار و خانوادهش و اجتماع کمتر میشه. بیماران و همراهانشون راضی ترند. و این شد که در چند سال اخیر اصلا در کل جهان و دانشگاه‌های معتبر, معتبر پزشکی جهان آموزش پزشکی جنبه بیشتری بهش اضافه شده. جنبه رشد شخصی، و ارتباط مؤثر و تعامل بهتر با بیمار و نتایجش هم روز به روز داره بهتر تو گزارشات میاد وقتی که این رو متوجه شدم من هم تلاش کردم که به خود بیمار توجه بکنم به دقدقه هاش به نگرانی هاش باش صحبت کنم ببینم از چی نگرانه چی دلش میخواد اون چی دوست داره و در این مسیر بازخوردی که گرفتم اینه که واقعا نتیجه درمان بهتر شد، عوارض کمتر شد، هزینه ها کمتر شد، بیمارا راضی تر و خوشحال تر. ولی یه اتفاق دیگه افتاد. خود من هم تغییر کردم. این روش درمان بر من پزشکم هم تاثیر مثبت داشت. من خودم هم تو این مسیر رشد کردم، یاد گرفتم، تغییر کردم. از بیمارانم یاد گرفتم، بزرگتر شدم. معنای زندگیم رو پیدا کردم. همه ما میدونیم پزشکی اگر خودتون پزشک باشید یا پزشکی دور داشته باشید یا اصلا از هر شمسه پزشکی یکی از سخت پرمسئولیت‌ترین و پر استرس مشاغل جهانه. پزشکان در هر شرایطی با هر مشکلی که دارن از مسئولیتشون چیز کم نمیشه. همیشه و در هر حالی به دردها و دقدقه های دیگران گوش میدن ولی کمتر شنیده میشن. از نظر مدت تحصیل، حجم مطالعاتشون و تلاشی که میکنن، کشیکایی میدن و کارهایی که میکنن جز سنگین ترین مشاغله. علم پزشکی با یک سرعت شدیدی و با یک شیب تندی داره پیشرفت میکنه و پزشکان خودشونو باید منطبق با این رشد علم رشد بدن این خودش که استرس اضافه ایجاد میکنه و اینه که پزشکی تقریبا در رأس رشته ها و مشاغلیه که فرسودگی شغلی میده خستگی میده افسردگی میده پزشکان میزان بیماریشون بیشتر از افراد عادیه طول عمرشون کوتاهتره. میزان افسردگی و خودکشی در پزشکان بیشتر از افراد عادی جامعه است این آمار جهانیه بنابراین یک, یک نکته دیگه هم اینه که ما هممون باید یک حرفه ای داشته باشیم ماشینمون بنز هم باشه بدون بنزین حرکت نمیکنه ما نیاز داریم حرفه ای داشته باشیم که ارتزاق کنیم ازش هزینه مسکن و لباس و هزینه زندگی رو باهاش بدیم و یکی از این حرفه‌ها میتونه پزشکی باشه اگر حرفه پزشکی فقط به هدف درآمد انتخاب بشه قطعا این سرسره چیزهایی که گفتم و خیلی مشکلات بیز... بیشتر از این رو برای پزشک به همراه خواهد داشت ولی اگر این حرفه اون حرفه ای باشه که طلاقی چند تا چیزه عشق، تعهد و مهارت فرد در کنار اون چیزی که جهان و جهانیان بهش احتیاج دارند اگر حرفه هر فردی شامل این زیرگروه ها بشه و این تلاقی اینها باشه قطعا اون فرد نه تنها از اون حرفه خسته نخواهد شد نه تنها دوچار فرسایش نخواهد شد بلکه با اون رشته رشد خواهد کرد و به آرامش درونی خواهد رسید کاری که من در زندگی کردم رشته پزشکی از زندگی من جدا نیست جز وجودی منه با منه این رشته ایه که من درش مهارت دارم عاشقانه دوستش دارم اینکه کمک بکنم همونطور که از بچگی بودم این عشق در من نه تنها کمتر نشده بیشتر شده اون چیزی که جهان و جهانیان بهش نیاز داره برای اینکه همیشه بیماری هست متاسفانه ما اگر به بیماری فکر نکنیم بیماری از بین نمیره بیماری وجود داره و اون چیزی که من ازش ارتزاق میکنم و همین باعث شده که من علا رقم اینکه در رشته اونکولوژی دارم کار میکنم بیماران عزیز مبتلا به سرطان رو دارم درمان میکنم که دقدقه هاشون بیش از حد شمارشه به خصوص در شرایط روز این کشور ولی در کنار بیمارانم نه تنها رشد کردم یک آرامش و خوشنودی دارم از اینکه معنای زندگی من در این شغله در اینکه بتونم کمک بکنم میخوام اینجا روی سخنم با پزشکان همکارم باشه پزشکانی که چه اینجا ها تشریف دارن چه بعدا این صحبت رو میشنوند پزشکیست رشته سخت و پرچالشیه مسئولیت بسیار سنگینی به دوش ماست بیماران عزیز ما چشم امیدشون به ماست این حرفه یک جایگاه اجتماعی ویژه داره ما در کنار که یک فرد هستیم یک الگو هستیم ما میتونیم یک الگوی درست باشیم یک الگوی غلط باشیم و تمام این چیزهایی که گفته شد بیماری، افسردگی، فرسودگی شغلی اگر ما زاویه نگاهمون رو عوض بکنیم قطعا میتونیم تغییرش بدیم و این دست ماست من میدونم خیلی چیزا دست ما نیست ولی این زاویه نگاه دست ماست تعامل با بیماران عاشقانه بیمار رو ویزیت کردن دست در دست بیمار دادن و همراهش مسیر رو طی کردن نه تنها اون نتایجی رو که تمام مطالعات نشون دادن و من هم قبلا اینجا گفتم خواهد داشت و خیلی نتایج دیگه برای پزشک هم نتیجه مثبتی خواهد داشت بزرگترین پاداش ما اون کسیه که بهش تبدیل میشیم نه اون چیزی که به دست میاریم و ما با این نوع نگرش ما با این حکیمانه نگاه کردن و یاد گرفتن از بزرگانمون مثل ابو علی سینا میتونیم در کنار بیمارانمون درد بیماری رو از اونها کم بکنیم و به عنوان یک هیئت علمی دانشگاه که سالها تدریس پزشکی کردم جای این نوع تعامل در دانشکده‌های ما و در آموزش پزشکی ما خالی متاسفانه و واقعا آرزوی اون روزی رو دارم و براش تلاش خواهم کرد که روزی بشه که ما تعامل بهتر، روابط, روابط انسانی تر، رشد و توسعه فردی و گوش دادن فعال، همدلی و همراهی رو به دانشجویان پزشکیمون آموزش بدیم تا درمان بیماری تبدیل بشه به درمان بیمار با تمام نتایجش بر بیمار، همراهان بیمار، جامعه، اقتصاد جامعه، خود ما و خانواده های ما. متشکرم.